مهم، حاضری؟ حاضرم. داری میای؟ تو راهم. مشکل پاسپورت حل شد. نگران نباش، مشکلی پیش نمیاد. منتظرم. دخترم، جهانگیر یکم دیگه میاد دنبالم. چقدر زود. تو معمولا همچین تصمیمای غیر منتظره‌ای نمیگرفتی عزیزم. متعجبم کردی. یه تعطیلات کوتاه مدته. این تعطیلات طولانی نمیشه نه؟ بابا دلتنگت میشه. نگران نباش. امیرا از پیشم بری همین میشه. منو نباید تنها میذاشتی. اومدن چه اتفاق افتاد؟ دیشب میدونی تو چه وضعیتی هستیم، اما تکون نمیخوریم. همش به خاطر تو شده. اینا همش به خاطر تو شده. نه من، به خاطر تو شده. بس میبستی درو. میدونستی که اونجا پامو نمیذارم. من ایلهان تپلی. جای وکیلاش تماس میگیرم. چاتای پدرشو مرده قبول کرده. میخواد وصیت‌نامه رو باز کنه. کلیدای من، اسکندر و جبار تو دستشه. چیه؟ چطاگه چی میگه؟ چطایی نیست. پس کیه؟ کسی که نقشه های چاتایی رو خیلی خوب میدونه. پسرت میخواد وصیت نامت رو باز کنه چنگیز. میگه که پدرم مرده. دیگه منم که حلقه رو دستم میگیرم. این کارو نمیتونه بکنه. نمیتونه بگه من مردم. پاشو. الان فهمیدی بازیت که برای من بود ما رو به چه حال و روزی انداخت؟ فهمیدی؟ اومده بودی روبرو میخندیدی. اول میخواد منو پیدا کنه. میخواد بدونه چی شده. البته که میخواد پیدات کنه. معلومه که میکنه. بعد این که تو رو مرده اعلام کرد، نمیتونه ریسک کنه که یه روز بیای و بگی من زنده‌ام. تو چی فکر کردی ها؟
فکر کردی چتای واسه تو نگران میشه؟ تو رو نجات میده؟ اینجوری فکر کردی؟ فراموش کردی که پسرها چقدر شبیه پدرشون میشن؟ چنگیز. خوش اومدی جهانگیر. خیلی ممنونم. ایرم داره حاضر میشه. این سفر یعنی همون تعطیلات عقلم قبول نمیکنه جهانگیر. روک بگم انگار اتفاقی داره میفته که ازش بیخبرم. متوجهم اما نمیتونم بفهمم که چیه. اگه نظر منو میخواین دلیلش جدایی نیست. منظورم شما دوتا نیستین. با تو مشکلاتی داشت اما انگار یه اتفاق دیگه افتاده و به من خبر نداده. تو میدونی؟ نه منم بیشتر از این نمیدونم. همش که تغییر آب و هواست. همین. همین که از هواپیما پیاده شدی به هم خبر بده. به دخترها سلام برسون. مثل توریستا واسه لایک گرفتن نچرخیا. فراموش نکن. اگه خودت چیزی کشف کردی سفر واقعی میشه. عزیز دلم میبینمت عزیزم. چیزی شده؟ با بابات مشکلی داری؟ سرد جدا شدیم؟ نه، شاید به خاطر رفتنمه. نمیدونم چی کار میکنم، حس نمی کنم اصلا. بریم. به همه زنگ بزن همیرا، کسی نباید کلیدشو بده به چتای. اون وصیت نباید باز شه. اگه باز بشه چتای همه چیو میفهمه. هر چی میخواسته گرفته. حتما قدم آخر میره سراغ نادر. نادر؟ نادر به هیچ کسی چی نمیده. نمیره که خواهش کنه. میره بگیره. جسد تو رو دیدن واسه نادر از زندگیش با ارزش تره. بس میگی چی کار کنیم همیرا؟ چی میشه؟ چتایی بره پیش نادر همه چی تموم میشه. یه احتمالی هست. حالا که ویکیلاش دست چاتاییه، کس دیگه ای که بشه به نادر دست پیدا کرد هست. کسی که اونو میشناسه و میتونه شاید به همون کمک کنه. چی؟ عمو دکتر چی گفت؟ دقیقا. بله. من از این کارو سر در نمیارم. چرا از طرف من قول میدی؟ راست گفته. تو چطور متقاعدش کردی؟ منم گفتم تو آدمی هستی که ماشینای خراب را میندازی. چی میشه دوتا ماشین خراب نگاه میکنی یه نگاهی هم به کارهای تاسیساتی بکنی؟ به حرمت این چند سال دیگه قبول کرد. ازش در نکن. طفلی گناه داره. چیزیش نمیشه. تو تعمیرکار خبر کردی؟ نه واقعا. معلومه، چون که با اوستا نمیشه کلام داد. والا دیگه خود خونه را بسازی خیلی بهتره، دیونست میکنه. اما با عمو دکتر ما کنار میاییم. آدم خنده داریه. یعنی کارهای تعمیر شبیه رقصهای کولی پیش میره. رقص کولی؟ چه رومانتیک. نه اون همچین چیزی نیست. کانکارا بلوت هم بفرمایی. کانکارا بلوت. کاری که خواستم اون دفعه نتونستی انجام بدی. چه خوب، دورا دور چقدر قشنگ خبره. کان این کارو بکن، کان اون کارو بکن. تو کنون تخته کردیم رفی. به هم اعتماد نمی کنی؟
فکر میکنی چیزی در قبالش ندادم و تو رو تو خطر انداختم؟ اینطوریه؟ دقیقا همینطوره. احسنت. پس چیزی که میخوایو بهت میدم. دنبال اونایی هستی که تو رو به تله انداختن. بدون اینکه بدونی این کارو چرا کردن. پیدا کردنشون چه سودی برات داره ها؟ پیداشون کنم به حرف میارمشون. تو خودتو ناراحت نکن. میفرستمت پیش کسی. وقتی باهاش حرف زدی تمام اینایی که سرت اومده رو میفهمی. قبوله کانکاراولوت؟ قبوله. قبوله. انگار شانس دیگه ای هم داریم. اونقدر پر مدعایی که کی بود؟ آدم دیگه منو خبر کرد. دیروز اتفاقی افتاد، فکر کنم خالی بندیه، یه چیزی میگه بعدش میگه بگذاریم من میرم. چایی تو میخوردی بعد؟ نه اشتام پره دیرم میشه. نه که نخوام بیای، ولی بعد از این برام خیلی سخت میشه. با تاکسی تنها میرم. باشه، هر طور تو بخوای. جهانگیر، این راه حل خوبیه؟ یعنی من برم خارج اونا دنبالمو نمیگیرن؟ نه ببین، با یه اسم جدید میری، نمیتونن رد تو بزنن. خیالت راحت، یه سیم کارت دیگه واسه گرفتم، از اون استفاده کن. منم به مثل تمام شدن کارم اینجا میام پیش تو. کارهای تو که تمومی نداره ایرم. در مورد کارهای بابام نمیگم، این جداست. در رابطه با خودم مجبور شدم که انجامش بدم. از چیزی میگم که مجبورم پیداش کنم. واضح‌تر بگو. ایره، من یادم نمیاد، یعنی بعضی چیزها رو به خاطر نمیارم. یه خلاهایی توی حافظه. چیزایی که فراموش کردی چی جانگیر؟ فراموشیاتو میگم، اونا رو هم با من داری تحویل میدی. یه سری سوالایی هست که جوابشون دست یه عده است. من باید اون جوابا رو پیدا کنم. ایره، همیشه کنارت یه جهانگیر بیخواب و نصف نیمه. میترسم. ببین، تو اینجا باشی نمیشه پیگیرش شد. خب بهمون اجازه نمیدم. تو الان میری، نه فقط به خاطر خودت بلکه به خاطر هر دومون. باشه؟ برو به سلامت. صندوقو میزنی داداش؟ میام. این نادره ها از بچگی میشناسمش. همش در مورد تاریخ و مسائل تاریخی حرف میزد، درس میدم. خیلی دوستش نداشتم. من سالهاست ندیدمش، طرفداراش کمن، ولی به پدرم وفادار بود. بگیم وفادار به حلقه بود. اون وقتا تکنولوژی اینقدر پیشرفت نکرده بود. هر چیو که تو کاغذ دیده میشد، حتی اگه رمزم داشت ممکن بود رمزشو پیدا کنم. نه آقا، نادر این کارو میکرد. آرشیو حلقه بود. پس اون وقت قوانین رو خوب میدونسته. یعنی چیزی که میخوایم و بی درد سر به امون میده. به نظر همینطور. خوبه.
آخ بس چی منو تا اینجا کشوند؟ عمو نادر. منو یادت میاد؟ آقا نادر، من کان هستم، شما رو میرسونم. کیفتونو ببرن. جمالتون خب تعریف کن پسر، مسیر طولانیه، قراره همینطوری بریم. رادیو رو روشن کنم؟ لازم نکرده، وقتی نمیخوای حرف بزنی چرا تو رو فرستادم بیای؟ بهم گفتن آقا نادر زیاد حرف زدن دوست نره. تو هم خیلی دهنتو باز نکن، وگرنه من خیلی پر حرفم جون شما. غلط کردم. تو تعریف کن، بگو بابا بگو. یه چند باری تو رو جایی که میرفتی بردم. بس تو همون راننده ی وراجی، 4 دفعه منو تا کتابخونه بردی و آوردی. پاییز 2 سال پیش بود. ماشاءالله. اون زمانه که دوست داشتی صحبت کردنه، حالا وراج شدی. من مقایسه کردم، تصمیم گرفتم. وراجی. چرا اومدی اینجا؟ منو از کجا پیدا کردی؟ الان بهت میگم. سو نمیدونم از کجا شروع کنم. عمو نادر جان، 2 سال پیش زندان رفتم. یکی بهم گفت اگه بیام اینجا، اون شخص بهم میگه که چرا زندان رفتم. اون شخصم تویی. درست میگم یا نه؟ بسارم من از کجا بدونم چرا رفتی زندان؟ کی میدونه چه غلطی کردی؟ من وقتی تو رو می بردم تو ماشین چیز دیگه ای هم بود یا نم؟ نمی دونم چیزی می بردی؟ خدایی چی بود تون کیف؟ کدوم کیف؟ همونجون لطفا با من بازی نکن. ای من افتادم زندون، واسم تله گذاشتن، انداختنم هلوفتونی. الان یکی داره به هم میگه که این نادر همه چیو میدونه. برای همین هرچی میدونی بگو دیگه داداش. خب تو کیفم اسنادم بودن، چی میخواستی باشه؟ این چیه؟ تو کیفه چیزی نبود مگه نه؟ چیزی که مهم بود خودت بودی. من؟ میگفتم پیره مرده یموی بانمکه، اما تو خیلی بیشتر از این حرفایی. اونجا که به نظر میایی نیستی. یعنی چی؟ یعنی این تفنگو غلاف کن و بذار یکم با هم صحبت کنیم 2 دقیقه. یه چای دم کن با هم دیگه بخوریم. خیلی وقت بود که یه وراج نیومده بود خونم وراجی کنه. Thank you.
منم گفتم. ولی خب کانو که میشناسی، وقتی چیزی رو خواهش میکنه نمیتونم نه بگم، حلش میکنم. خیلی وقته. خیلی وقت پیش، این که مشخصه. منظورم اینه از بچگی یا وقتی مدرسه میرفت. نکنه فامیل دورشی؟ بهت عمو میگه. خب طوری میپرسی انگار که بازجوییه. به خاطر شغلم عادت همه، وقتی یکی جلوم از جواب دادن فرار میکنه منم نمیتونم متواضع برخورد کنم. چیز مخفی نیست. تو دوران مدرسهش گاهی مغازه میومد، همش میگفت دیگه مدرسه نمیام، میخوام بیام اینجا کار کنم. بعدش تو هم نصیحتش کردی اونم منصرف شد. نه جانم، آوردمش پیش خودم، یه جوری بهش کار دادم که بعد یه هفته برگشت مدرسه. عجیبه، پس اون موقع زیاد لجباز نبود. یکم اذیت که میکرد، ولی به خاطر عمیرا خانم نگهش داشتم. پس تو اونم میشناسی. قربان، اینجا یه چیزی هست. یعنی مال بابام بوده؟ چیزی یادم نمیاد، یه خلاهایی توی ذهنم هست. مرگ اون پسره، ضبط اون جنایت، بعدش هم اینو علیه من استفاده کردن. همه اینا به خاطر صداهای ضبط شده که من بوده. یه سری سوالات دارم، یه عده جواب این سوالا رو میدونم. آقا باید برگردیم، منصرف شدم، نمیخوام. باشه خواهر، هرچی شما بگید. یکی از دوستای دوستام تو رو به معرفی کرده بود، بهم گفته بود مرد بیچاره‌ایه که ارجا خاص میتونی ببریش، پول خوبی هم میدادی. راستی تو چرا اینقدر بهم پول میدادی؟ اتوبوس خسته کننده است، سوارش که میشم همه پا میشن بهم جا میدن. اگه خجالت نکشن میگنم او دراز بکش. خب سوار تاکسی میشدی؟ چی از پولی که میگرفتی راضی نبودی؟ تو منو دونسته خبر میکردی. آره بهم پول زیادی میدادی که دفعه بعدی هم بیام. منو به حرف میگرفتی و همش صحبت میکردی. تو چرا رمان نمینویسی؟ عمو جان تو رو خود خستم نکن، تو چرا منو خبر میکردی؟ بابا میشنسه؟ یاره بابا تو؟ مهمونام اومدن، تا
تو برو منتظر باش تا من اونا رو دک کنم، بعد با هم دیگه حرف بزنیم. نکنه میخوای منو دک کنی؟ پسرم برو اون پشت، اونجا کلی کتاب هست که ذهن تو باز میکنه. کان از اسمم هم یادته. اگه میخوای جواب تو بگیری حرفمو گوش کن. حالا برو، همون در روبرویه، زود برو برو. اینجا؟ آره همونه، مستقیم برو. بله آقا نادر، منو یادت اومد؟ میدونی که این چیه؟ انگشتر قشنگیه، از کجا آوردی؟ این دیوونه شده. آقا نادر، این آقا چاتای هستن، پسر چنگیز خان. منو یادت اومد؟ یا چیزی پیشت هست که لازمش دارم، اومدم اونو بگیرم. زود باشید از خونم برید بیرون، وگرنه به پلیس زنگ میزنم. من پول ندارم. قز جان این شیش میزنه، همه جا رو بگرد، اون کلید رو واسم بیار. تو به چی خیره شدی؟ باشو بگرد. چرا دنبال کلید هستی چتای؟ چراغای مغزش روشن شد. هواپیماش داره میشینه. خوش اومدی آقا نادر. اگه دلیل قانع کننده ای داشته باشی میتونی کلیدو برداری. بابام مرده. قسمتی از حلقه، یه قسمت کوچیکش خبر داره و به من وفادار مونده، اما حلقه بزرگه
واسه اینکه بتونم بقیه رو قانع کنم باید وصیت نامه رو بازش کنم. چنگیز خان مرده؟ آره. کی مرده؟ خیلی وقته. چطور شد؟ با عجل خودش مرد یا کسی کشتتش؟ هنوز نمیدونیم. خب جسدو دیدین؟ مجلس ختم واسش گرفتین؟ این چرت و پرتا چیه سوال میکنیم؟ من اومدم کلیدارو بگیرم. بسرم فکر میکنی بابات مرده؟ به جای عزا گرفتن براش طمع داری؟ به تو چه؟ بابات اگه مرده بود من خبردار میشدم چتای. تا قبل مرگ پدرت اجازه نداری وصیتشو باز کنی. من اجازه نمیخوام. کلیداشو میخوام. از جان عقدین گفتن دنیا سر و ته نره. نگاه چطور تقدیر عوض شد. اصلت رو رد کن بیاد. بده یالا. اصلاح ها رو بیارین پایین. تو نمیدونی دنباله چی هست. یلکی خودتو بدبخت نکن. بازم تو احمق به کار زندگیت برس. اینجا چی کار داری؟ چی گفتی؟ اونی که ویکلاش داده بهم بده. نکنه فکر کردی برای خودته. احمق خودتی. تو از کجا میدونی به کارو بارم نمیرسن؟ اون اسلحه ها رو بیار پایین کن. بیرون آدمایی هستن که منتظرم. هر کاری بخوای بکنی از اینجا زنده بیرون نمیری. چتای اگه قرار حق تو بگیری باید منتظر زمانش باشی. اما نداریم میخواییم چیکار کنیم؟ چتای و دوستاش همین الان میرن بیرون. بعدش سوار ماشینشون میشن میرن. برای اینا اینطوری به نظر نمیان. اینا رو انداختیم بیرون؟ میرن دیگه آره؟ امیدوارم برن. این همه سال با هم بودیم. آقا نادر تا کلیدو ازت نگیرم از اینجا نمیرم. تو که چیزی نمیدونی چرا وارد قضیه میشی پسر؟ حالا من شدم مقصر. خب بهشون میدادی هرچی میخواستن. در برای کدوم کلید حرف میزده؟ سر فرصت بعدم بهت میگم. خودتو زیاد درگیر نکن. برای جانگیر راجب اون قضیه باید با طرف بزن. داشتم نیازی نیست. من حلالت کردم. تمام عصبانی بودم. تمام شد رفت. برای ناز میکنه داداش. ول کن تو رو خدا این جوجه رو. کان اونجا چه خبره؟ تو کجا هستی؟ الان نمیتونم حرف بزنم. میشه بعدن زنگ بزنم؟ لوکیشن بفرست ببینم. نه نیازی نیست. نمیخوام برای درد سر درست بشه. آدرسو بفرست. من الان میام اونجا. باشه. اون تلفن رو بذار کنار. هی ور چیکار کنم؟ اما اون بیرون 10 نفر هستن که باشون درگیر بشن. صندوقو باز کن. اوه اون دورو رو بیار اینجا. اما اینجا جون سالم در کنیم. ازت میپرسم چی کاره؟ آجیل فروشم پسر. وقت زیادی نداره. این کار هرچی بیشتر طول بکشه بیشتر اذیت میشی.
کلیده در کجا رو باز میکنه؟ همون نادر بده بهشون، به خاطر یک کلید نمیریم بابا. اگه نمیریم خوبه، اما کلید اینجا نیست. یعنی چی اینجا نیست؟ پس کجاست؟ اونجاست، چاتای روش نشسته. آدم چیز با ارزش رو میذاره اونجا، چرا اونجا؟ اونجا به عقل کسی نمیرسه، واسه همین. خیلی باشی بابا، خب بهش بگو برداره. به نظر تو میره؟ بالا به نظر من که نمیره، اینا ما رو آتیش میزنه. آتیش چی پسرم؟ عمو نادر تا اینا کلیدو نبینن جفتمون رو چسخاله میکنن. آز جان، بعد از گرفتن کلید هر دوشون رو بکشیم. سفارش هم اومدن. داره بوق میخوره. الو آقا نادر، چیزی میگی یا قطع کنم؟ آخه پسرم حیف این همه کتاب نیست؟ یعنی چی که میخوایی بسوزونی؟ یه تاریخ اینجا خوابیده. آه تاریخ، راستی همیشه بهم تاریخ میگفتی. آه پول تلفنم زیاد شد، قطعش میکنم. بدبخت شدیم، بدبخت شدیم. آتیش زدن. معلومه که آتیش میزنن، منتظر چی هستیم؟ جاتای اگه کلیدو بدم چی میشه؟ آتیش زدن چیه پسر؟ کلید کجاست؟ اگه بگم از اینجا میرین؟ اون کلید لعنتی کجاست؟ زیر همون جایی که نشستی، روش نشستی. زمستون هوا خیلی سرده، بهتره ما این خونه رو یکم گرمش کنیم. آن آقا نادر، وای خدا به خیر کنه، بدبخش میخواد آتیش بزنه. چیزی که میخواستیم رو به دست آوردیم، خب بریم دیگه. حداقل جواب سوالمو بده، ندونسته از این دنیا نرم. کی منو وارد این کار کرد؟ نمیخوای ساکت بشی نه؟ باباتو خوب میشناسم،